بسم الله الرحمن الرحیم. برای شادی روح مطهر و مقدس جامع الشریعت و طریقه المتخلق به اخلاق الحسن محبوب اولیاء الله حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شاه قدس سره العزیز الفاتح. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث از رساله پند صالح فرمایشات حضرت صالح علی شاه که الان هم معتبر کسب رو قبل خوندیم و از این لحاظ که فقرا نباید بیکار بگردند، باید کار کنند و امرار معاشی داشته باشند از یک مسیر حلال، مسیر صحیح. راجع به یک کسب صحبت کردیم، مونده است بعضی کسب ها نهی شده، یعنی بهتر این که کسی انجام نده مگه در صورت ضرورت. بعضی امور هم هست که صریحا نهی شده برای همه. به این مبحث رسیدیم. ربا و ربا که مخصوصا در قرآن مجید تهدید سخت دارد و در حکم اعلان جنگ با خدا و رسول است دوری گزیند و ربا غیر مضاربه و غیر بیعت که جایز است و بعضی کسب ها که نهی رسیده و در نزد مردم هم بدنما و ننگست مانند قصابی و شکار و احتکار بی برکتی اونها پیداست. و کم دادن و بیش گرفتن در کیم و وزن بدن، بلکه مؤمن در همه پندار و گفتار و کردار خود با یک نه کم نفروشد و بیش نخرد و آنچه به خود روا دارد به دیگران روا داشته باشد که یک معنی انصاف. ربا به این معنی است که خود پول رو بدون اینکه در گردش باشه ازش سودی ببرن. پول اصلا در چیز بشر از این جا ظاهر شد که اوائل بشر چون زندگیشون بر حسب تعاون بود، یعنی یه جمع که دور هم جمع شده بودن، جامعه ملتی تشکیل داده بودن، هر کدومشون کاری انجام می دادن. یکی زراعت می کرد، محصول زراعیش رو می آورد. یکی نجاری می کرد، محصول نجاریش رو می آورد. کسی پارچه می بود و می بافم اینجور. این ها در بازار رو می آوردن، با هم مبادله می کردن. تدریجا فکر بشر به این نتیجه رسید که این
نه معامله ممکن اشتباهاتی هم برش بشه پول رو که اختراع کرده حالا جزئیاتش من یادم نیست و نمیدونم ولی برجب پول اختراع شد که رابط بین کالاها باشه یعنی کالاها رو با پول بسنجن همه کالاها که بفهمن تقابل هر کدوم چقدره فرض کنم در یک کشوری در یک منطقه محصول زراعتی خیلی خوبه من محصول زراعتی خیلی خوب عمل میاد گندم میوه اینا خیلی ارزونه و در همونجا محصول پارچه که برای لباس لازمه گرانه گفتم که ولی در کشور یا محل همسایش معکوس اینه برای اینکه تعادلی برقرار بشه گفتم اینها رو با مقیاس هم نپسنده قرار ندن یه واحدی یه چیزی کالای فرضی بیارن به اسم پول که با اون پسندی بشه بنابراین خود پول هیچ ارزشی نداره پول حالا که میبینیم یه سکه یا اینکه اسکناس خود به خود ارزشی نداره نه پول رو میشه خورد نه سکه رو میشه خورد باید تبدیل بشه به کالاهای دیگه حالا اگر کسی از پول این استفاده نکنه و خود پول رو یه ترتیب قرار بده که از این پول سودی بیاد روش ربا یعنی رشد کردن اضافه کردن در صورت این خلاف طبیعت این کار این چیده و به علاوه شخص رو که چنین کاری میکنه یعنی به اتکای خود پول و سود پول فعالیتی نمیکنه از کار میندازه به صورت انگل قرار میده برای که در جامعه هر کسی باید کاری بکنه و تولیدی داشته باشه ربا موجب میشه کسی که بدون هیچ فعالیتی و هیچ کاری بهره ببره این بهره از کجاست؟ از دیگرانه یعنی در واقع دیگران را استثمار کرده به این جهت خداوند به از نظر این که در واقع ولی و نما و به اصطلاح محافظ جان و مال و حیثیت همه بندگان خودش هست دستور داد این کار رو نکنی این ممنوعه و به اندازه شدید در چیز قرار داده در جهر که حتی فرموده است که اگر لم ینتهو فأذنوا بحرب من الله و رسوله اگه گوش نمیدید مثل اینکه اعلان جنگ به خدا و پیغمبر کرده به این درجه شدیداً حمله کرده این مهمترین اصل اقتصادی است که باید مسلمان ها چه شخصاً چه در جامعه اجرا کنند بنابراین این قاعده دینی قاعده ایست هم فردی و هم اجتماعی ربا در چه در آیات قرآن هست که خیلی ها این ایراد رو گرفتن گفتن که خب ربا که چیز تازه‌ای نیست
پولو میدیم میگیم ما سال دیگه چقدر به من اضافه بده. مثل معامله ایست. یعنی من پولی که فعلا دارم بشمونم که بعد به من بیشتر بده. چطور به حلال و این حرامه؟ تفاوتش این است که در بیع یه محصول تولید شده بشر در معرض فروش گذاشته میشه، ولی در اونجا هیچ چیزی نیست. و معمولا چون همه افراد بشر باید جامعه رو به نحوی اداره کنن که ضروریات اولیه زندگیشون رو به دست بیاره داشته باشن، بنابراین اگر کسی پول رو برای ربا میگیره، در واقع یا در ضروریات زندگی مونده است، مثل اینکه مریض درمان نمیتونه بکنه، ناچار پول بگیره. و اون طرف هم کسی هم که پول میده به ربا، از ضعف این استفاده میکنه. یعنی شخص ناچار و ضعیفی رو که پیدا کرده به او وام میده که بیشتر بگیره. بنابراین برای اخلاق فردی مسلمان ها، فردی انسان ها بسیار مضر و خطرناک. از لحاظ اجتماعی هم ضرر داره، برای این که شخص رو عادت میده به بیکاری، عادت میگه که بنشینه و فقط حساب پولش رو بکنه. از این جهت ربا معنا شده. اما خیلی شبیه ربا به نزدیک ربا به مضاربه و بیع. در مورد بیع که گفتیم، مضاربه عبارت از این است که چون در جامعه انسانی اقتصاددان ها میدن تولید چندین عامل داره چیزه، یکی شخص هست که اون تولید باید بکنه، که خب همه مسلمان ها باید تولید، یکی هم وسیله پول، وسیله که پول باشه. مثلا کسی میخواد کارخانه ایجاد کنه یا ملک زراعتی رو آباد کنه و پول نداره، خونش نیرو داره، خانوادهش هم همه کمکش میکنن، ولی فکر میکنه این مدکار زراعتی رو که انجام بده چندین ماه محصول نخواهد داشت، باید زندگی کنه. از کجا زندگی کنه؟ باید از کسی وام بگیره. در این صورت اگر مطمئن باشن طرفین، فکر کنن که این کار مفیدی است، ممکنه این کسی که پول اضافی داره بده و در منفعت و ضرر رو شریک بشه. همون فرمولی که به صورت ظاهر بانک ها پیدا کردن، البته فرق مضاربه با ربا اینه که در مضاربه هر دو طرف استفاده میبرن، اونی که کارخانه ایجاد کرده استفاده میکنه، این هم که پول داده کمک کرده بود، در واقع مزد این کمک رو میگیره. منتها در مضاربه باید طرفین در نفع و در ضرر شریک باشن، که البته بانک ها رعایت رو نمی کنن معمولا، یعنی در مقررات نمی تونن بکنن. مضاربه جایزه، برای که مضاربه این فایده هم داره که یه نفر نیرو داره میخواد کار رو تولید کنه و نمیتونه، یه نفر پولی داره بیکار مونده، این دوتا نیازها به هم میرسه،
به نفع جامعه، ولی به صورت ربا نباشه. این مضاربت. البته ربا هم خوب، این از نظر ما، از نظر عرفانی در واقع گناه و خطا به نیت شخص است، به این معنی که مثلا ما در کتب فقهی، قالب کتب فقهی می‌بینیم می‌نویسن حیله شرعی، یعنی اگر به این حیله انصراف کنید ربا از حلال میشه تقریبا. ما داشتیم مثال میزدن، میگفتن در کسی مثلا یه قوت کبریتی که نمیدونم حالا چند قیمت، یک تومنه فرض کنید، یه قوت کبریتی که یک تومنه، وقتی میخواد پول وام ربایی بگیره به اون شخص میده به 1000 تومن. این عددها رو در نظر نگیرید، شما فقط به اون شخص میده به 1000 تومن، اونم قبول میکنه 1000 تومن رو میده به این قوت کبریت رو میگیره. بعد دو مرتبه این صاحب قوت کبریت همون قوت کبریت رو میخره به 1100 تومن، منطقه میگه حالا پولش رو نمیده، سال آینده. به این طریق ربا رو حلال میکنن، ولی این ربا چیزی حلال نمیشه، حیله شرعی نیست و از این قبیل خیلی هست. یا حتی حیله شرعی بعضی ها بقول در وجوه شرعی خمس زکات بدهکاران دیدیم، این عارف اینجا تفاوت عارف و فقه روشن میشه که گفتم از بهلول چهرت شبلی، از شبلی که خودش هم فقیه و مجتهد بود، هم عارف بزرگواری بود، از شاگردان جنید بغدادی، از فقیه، از او پرسیدن که کسی پرسید آقا زکات 40 دینار چقدره؟ به شملی چون هم فقیه بود هم عارف، گفت از فقیه میپرسی زکات 40 دینار 1 دیناره، 1 دینار باید بدو سیو ندید. اما اگر از عارف میپرسی زکات 40 دینار، این است که 41 دینار بدی. اول 1 دیناری که بدهکاری و فقیه گفته 1 دینار باید بدی، بعد جریمه میشی که چرا در راه خدا محتاجی هم وجود داشته و تو این 39 دینار رو نگه داشتی. این تفاوت فقیه و عارف. البته این مخصوصا زیر ذره بین گذاشته که مشخص بشه، ولی نه اینکه عیناً همینجور. ما از نظر ما هیچ شک از این صحنه سازی ها به اصطلاح حیله شرعی قابل قبول نیست، برای که با کی حیله میکنه؟ با خداونده که ما را از خودمون بهتر میشناسه، با اون حیله میکنیم. میخوام کلاه سرش بزنیم بگیم ما ربا نداریم، داریم معامله میکنیم. بگیم
این بیه که کتی کردی چیه یک تومن اینو به هزار تومن بخری یا هزار تومن بفروشی این که بیه نیست این بیه در واقع ما من در کسب باید مواظب باشیم البته معامله وعده دار مانعی نداره اونم با شرایطش بعضی کسب هم هستن که حرام نیستن گناه نداره منتها چون بدنماز مادامی که جامعه نیاز نداشته باشه نباید کن یکی مثل مثالی که زدن تیم قصابی کسی که شغلش قصابی باشه نه اینکه خودش میخواد گوسفندی بکشه شکار کسی که قصد یعنی فقط برای خاطر امرار معاش یا اینا شکار کنه یا اینکه احتکار اینا حرام نیست احتکار رو علمت جرم هم میگیرن احتکار رو در سالهای قحطی و سختی مجازات هم داره البته ولی در موقع معمولی این چیزی نیست اینا کسبای من یک کسب منهی نهی شده که در اینجا ذکر نشده ولی در جاهای دیگه آمده است یعنی امرار معاش منهی این است که کسی از راه کارهایی که شرعاً باید مجانی باشه و در خدمت خلق باشه چیز کنه امرار معاش کنه و به همین دلیل هم گفتن که بر اذان که در بالای مسجد می گفتن حالا دیگه نیست در رادیو میگن بر اذان گفتن یا نماز میت مثلا خوندن مرد گرفتن جایز نیست اینها این هم که میگن الان برای اذان گفتن یا اینها این مبلغ میدن البته این مزد اون اذان نیست این برای این است که در بقول کرایه این تاکسیست که تو میدی از منزل پانش میگه مسجد میره بلای منزل نماز میدی و ما میتونست تو منزل رو نماز بدی آی منزل بگی بری نماز بگی اینا مثلا از کسبای من البته کم فروشی زیاد خریدن هم که چیز اخلاقا مضمون هیچ کس نمیتونه بگی و این ضررش هم این است که اقتصاد مملکت رو اقتصاد یک جامعه رو فاسد میکنه تولیدشون کم میشه ما متاسفانه میبینیم این چیده و تطفیف اینقدر شدیدم هست که یه سوره‌ای در قرآن هست به نام سوره تطفیف ویل للمطففین الذین ذکتالو ازا کالوهم او وزنوهم نخفرون و ازا کتالو علم ناسی استوکون بعد مثل ما دانا عبارت آیاد مسایت که آیا من نمیدونم که روز قیامتی هم در هست البته عارف این رو باید رعایت کنه ولی کم فروشی رو در بیان و گفتن هم حتی نکنه کم فروشی یعنی
قول سعدی می فرماید که نیک باشی و نیک باشی و بدت خواند خلق، به که بد باشی و نیکت خواند. اما تو مردم قبار یاره خودت نباید کاری کنی که مثلا مردم بیش از اندازت به تو شما خداوند این های گوش ما را شنوا کنه، فکر ما را هوشیار کنه برای درک این مسائل. ای دوست محبوب من، مولا در کوی خرابات کسی را که نیاز است، هوشیاری و مستی همه این نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و رعیم آنچه از تو پذیرند در این کوی نیاز است، آنچه از تو پذیرند در این کوی نیاز است. اسرار خرابان جز مست نداند، هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است. تا مستی رندان خوابات بدیدم، مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است. خواهی که درون حرمش خرابات، خواهی که درون هر عشق خرامی در میکده بنشین که ره کعبه دراز است، در میکده بنشین که ره کعبه دراز است. هم تو ننهی پای در این راه به بازی، هم تو ننهی پای در این راه به بازی، زیرا که در این راه بسی شیب و فراز است. از میکده ها ناله جانسوز براید، از میکده ها
چراز است در زلف بتان تا چه فریب است که پیوست محمود محمود پریشان سر زلف ایاز است ای دوست زان شعله که از روی بتان حسن تفروخت جان همه مشتاقان در سوز و گداز است چون بر در میخانه مرا بار ندادند رفتم به در صومعه دیدم که فراز است بسم الله الرحمن الرحیم از جهت ترویح ارواح مطهره مقدسه جمیع انبیاء و اولیاء خصوصا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی و ائمه هدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر المطهرون و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر بر اصل و زمان امام الاسه و جان آقات برهان و خلیفه الرحمن از جلال الله تعالی